سیستم‌های اطلاعاتی کشور احتمال وقوع حادثه علیه ایشون، محل بروز احتمالی حادثه رو پیش‌بینی کرده بودن. به دلیل تواتر اخبار در طول این 20 سال متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار اونها موفق شدن. اذعان بلند پایه‌ترین مقام امنیتی ایران به ناکامی دستگاه‌های اطلاعاتی در ماجرای ترور محسن فخری‌زاده. 3 حمله منصوب به اسرائیل در خاک ایران طی کمتر از 6 ماه. از یوسی ملمن، روزنامه‌نگار هارتس و نویسنده کتاب جاسوسان علیه آخرالزمان می‌پرسیم این سلسله ادامه می‌یابد؟ در ادامه برنامه امشب به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. پرهیز از انتقام فوری به امید تغییر ساکن کاخ سفید، سیاست صبر استراتژیک ایران دوام خواهد آورد؟ تلویزیون، فیلم، کتاب درباره ایران تقریبا فقط یه چهره ایرانو نشون میداد. معرفی ایران به خارجی ها با مرور خاطرات کودکی، نویسندگان زن مهاجر از کتاب هایشان می گویند. و خاموشی ابدی بعد از سالها سکوت و انزوا، رامش در لس آنجلس درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. پیکر محسن فخری‌زاده، معاون وزیر دفاع ایران، به خاک سپرده شد. مردی که در عملیاتی پیچیده و برق‌آسا در شرق تهران ترور شد، موقعیتی تحقیر کننده برای نهادهای امنیتی متعدد ایران که به نظر می آید هر کدام به نحوی سردرگم و شرمسارند. این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که پرده از چهره محسن فخری‌زاده برداشت و با لحنی تهدیدآمیز نام او را به زبان آورد. جریان‌های سیاسی داخل ایران از انتقام گفتند، ولی هر کدام با لحنی متفاوت. رئیس جمهوری از واکنشی در زمان مناسب سخن گفته. رئیس مجلس بر پاسخ قوی و بازدارنده تاکید کرده و رئیس قوه قضاییه هم گفته که دعوت به خیشتنداری چراغ سبزی به عاملان حمله است. ایران در یک سال اخیر چندین حادثه مشابه را تجربه کرده. آیا سیاست صبر استراتژیک تهران در برابر تکانه‌های حوادثی از این دست تاب خواهد آورد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از باران عباسی. تشییع جنازه محسن فخری‌زاده با تشریفات نظامی. رئیس مرکز پژوهش و نوآوری دفاعی و معاون وزیر دفاع، شخصیتی مرموز و پنهان که پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران خوانده می‌شد. مراسمی که بنابر گزارش‌ها به دلیل محدودیت‌های کرونا تنها با حضور فرماندهان ارتش و سپاه، مقام‌های حکومتی و اعضای خانواده او برگزار شد. الله اکبر. سفر به خیر. آغاز مراسم با پیام آیت الله علی خامنه ای از زبان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع. دو موضوع مهم را همه دستندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند. نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی بدانها اشتغال داشت. اولین پاسخ ایران به کشته شدن محسن فخری‌زاده افزایش منابع مالی سازمان زیر نظر او. در حالی که بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع برای سال 1400 افزایش پیدا کرده بود، دیروز تصمیم گرفتیم که اون رو دو برابر کنیم. ترور فخری‌زاده در منطقه آبسرد در نزدیکی تهران نشانه ای از ناکامی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در محافظت از مقامی عالی رتبه قلمداد شده. کسی که به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی در طول 20 سال گذشته بارها هدف حمله قرار گرفته بود. سیستم‌های اطلاعاتی کشور
احتمال وقوع حادثه علیه ایشون، محل بروز احتمالی حادثه رو پیش بینی کرده بودن. به دلیل تواتر اخبار در طول این 20 سال متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار اونها موفق شدن. معلوم نیست فخری‌زاده دقیقاً چطور مورد حمله قرار گرفت. حرف از انفجار یک خودرو و تیراندازی است، اما مقام ها از ارائه گزارشی رسمی خودداری کردند. چون کیس جاری است، لازمش اینه که ما فعلا جزئیات رو ذکر نکنیم تا انشالله به نتیجه های روشنی برسیم. با این حال روایتی که در رسانه‌های حکومتی و از زبان بعضی از مقام‌ها منتشر شده متفاوت و گاهی ضد و نقیض است. تازه‌ترینشان این روایت: متأسفانه عملیات بسیار پیچیده‌ای بود، با کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد، هیچ فردی در صحنه حضور نداشت، اما سرنخ‌هایی وجود داره. زمین که اون کسی که این طراحی رو کرده برای ما مکشوفه که کیست، سابقه‌اش چیست. حتما منافقین در این نقش داشتن و حتما عنصر جنایتکار این هم رژیم صهیونیستی. این در حالی است که پیشتر فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود مهاجمان تکدیرانداز در صحنه حادثه حضور داشتند. در روایتی دیگر ادعا شده بعد از انفجار یک خودرو نیسان 12 نفر همزمان تیم محافظان را زیر آتش گلوله گرفتند. واکنش های جهانی تا اینجا توأم با محکوم کردن حادثه و درخواست خیشتنداری بوده. از جمله از سوی جمهوری آذربایجان، امارات، اردن، افغانستان، سوئیس، چین و بحرین. در ایران اما سخن از انتقام است. بعضی خواهان واکنشی فوری. غربی ها که ما رو دعوت به خیشتنداری میکنن، این چراغ سبز نشون دادن به تروریست هاست. هر حرکتی که بتونه بازدارندگی داشته باشه دشمن رو از نوعی از فعالیت تهدید باید اون کارو کرد. بعضی اما میگویند به موقعش. ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند. اونها در فکر ایجاد یک آشوب و بلوا هستند، بدونند ما دست اونها رو از پیش خواندیم. فخری‌زاده سرانجام در امامزاده صالح دفن شد، دومین خاکسپاری از این دست در کمتر از یک سال. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله آمریکا. و چالشی دیگر پیش روی حکومت ایران. از پر کردن حفره اطلاعاتی و امنیتی منجر به ترور مقام‌های ارشد تا تصمیم درباره نحوه و زمان واکنشی که با وعده حاکمیت برای انتقامی سخت همسنگ باشد. باران عباسی، BBC. یوسی ملمن نویسنده کتاب جاسوسان علیه آخرالزمان و روزنامه نگار روزنامه هارتس از تل آویو با ماست. آقای ملمن، آقای ترامپ توییت های شما رو بازنشر کرد. رئیس جمهوری آمریکا اولین واکنشش به خبر کشته شدن محسن فخری‌زاده همون بود. امروز بحرین این ترور رو محکوم کرده. بسیاری اسرائیل رو مسئول این ترور میدونن، اگرچه اسرائیل رسما قبول نکرده. همین اسرائیل رو در موقعیت دشواری قرار نمیده. آیا آنچه که اتفاق افتاده دفاعش برای اسرائیل سخت نیست؟ این دفعه اول نیست که اسرائیل ازش انتقاد شده به خاطر انجام عملیات قتل این چنینی، اگرچه اینها عملیات خیلی محدودی هستند و خب کشتارهای سبک مافیایی با هدف قتل نیستند، ولی اسرائیل عادت داره به چنین انتقادهایی و در نهایت تصمیم میگیره که به منافع ملی خودش فکر کنه تا برنامه هسته ایران رو متوقف کنه. و اگر بخواد چنین کنه، یکی از راهاش کشتن بزرگترین معمارهای این برنامه هسته ایران باشه. از تلافی کردن ایران نمیترسه اسرائیل؟ یک نگرانی هست. این دفعه اول نیست که ایران تهدید میکنه که علیه اسرائیل دست به حمله بزنه برای انتقام
انتقام کشته شدن دانشمندان هسته پیشین یا شخصیت‌های دیگری که در گذشته کشته شدند، مثل تروریست بزرگ، رهبران حزب الله که در دمشق احتمالاً با یک عملیات مشترک موساد کشته شدند. ولی به هر حال این یک ریسک محاسبه شده است از جانب اسرائیل. پیش‌فرض اصلی اسرائیل این بوده که ایران نمی‌خواد الان وارد رویاروی مستقیم بشه با اسرائیل و موشک نخواهد انداخت به سمت اسرائیل، و خب میدونید که اسرائیل و ایران هم مرز نیستند. بنابراین احتمالاً ایران همون کاری که در گذشته کرده تکرار خواهد کرد. وقتی که صحبت از انتقام میکنه منظورش اینه که بمباست سعی میکنه که سفارت‌های اسرائیل رو اینجا اونجای دنیا منفجر کنه یا به دیپلمات‌های اسرائیل حمله کنه، که اون حملات هم عمدتاً با شکست مواجه شدن تا اینجا. اگر در اسرائیل تلقی این هست که ایران در موقعیت تلافی نیست، ممکنه که این عملیات ها از طرف اسرائیل ادامه پیدا کنه؟ ایران خب میتونه موشک پرتاب کنه به سمت اسرائیل، ولی نمیخوان به دلایل سیاسی این کار رو بکنن، چون الان دارن صبر میکنن که دولت جدید بایدن مستقر بشه. امیدوار هستن که آمریکا برگرده به توافق هسته‌ای در کنار بقیه اعضای 5+1. و خب بله، اسرائیل ادامه خواهد داد به این که به دنبال کردن منافع ملی خودش. این به معنی نیست که لزوماً افراد بیشتری کشته خواهند شد. اسرائیل تلاش کرده که این برنامه هسته ایران رو کند کنه. میدونه که نمیتونه برنامه هسته نظام ایران رو متوقف کنه، اما خواسته که اون رو به تعویق بندازه، کندش کنه و قدم‌های لازم رو برداشتن. حالا چه تخریب و خرابکاری در این برنامه بوده باشه، چه کشتن دانشمندای هسته‌ای بوده باشه، کسانی که در فهرست اسرائیل هستن، فهرست کسانی که فکر میکنه دارن میرن به سمت تولید بمب هسته‌ای. تأکید ایران این بوده که برنامهش صلح‌آمیزه، به دنبال بمب اتمی نیست، ولی این نوع عملیات ها ممکن نیست که نتیجه عکس داشته باشه برای اسرائیل. ممکن نیست که ایران رو به سمتی سوق بده که اسرائیل نمیخواد. ایران طبیعتاً یک کشور یک پارچه نیست و مکتب‌های فکری مختلف و اختلافات جناحی مختلفی در ایران هست. کسانی هستند در ایران که میخوان سلاح هسته‌ای رو داشته باشن، میخوان که حداقل این گزینه رو داشته باشن. اسرائیل داره به تمام اجزای این تصویر نگاه میکنه، ببینه که در چه صورت ایران میتونه بره به سمت ساختن یک بمب. خیلی روشنه طبق چیزی که گزارش شده از جانب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جانب نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی، آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، که ایران به دنبال برنامه بمب هسته‌ای بود، موازی به موازات برنامه هسته‌ای غیر نظامی خودش، و میخواست که این گزینه رو داشته باشه که برسه به اون آستانه لازم از اورانیوم غنی شده، تا اینکه برسه به این قابلیت که در صورت نیاز بمب هسته‌ای رو خودش رو بسازه و احیانا این رو با موشک‌های خودش پرتاب کنه. ممنونم از یوسی ملمن، نویسنده کتاب جاسوسان علیه آخر زمان و روزنامه نگار روزنامه هارتس از تل آویو با ما. در یک سال اخیر چه اتفاقهایی که برای ایران نیفتاد، از ترور چهره‌های برجسته سیاست منطقی و برنامه هسته‌ای تا حمله به تأسیسات نتنز. ایران گفته به موقع جواب می‌دهد. اشاره‌ای به سیاست صبر استراتژیک که زمان آیت الله خامنه‌ای از اون با عبارت نه جنگ و نه مذاکره حرف زده بود. آیا به دنبال ترور محسن فخری‌زاده هم این سیاست ادامه خواهد یافت؟ جمهوری اسلامی برای رهایی از سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ تا کجا هزینه خواهد داد؟ مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد. سال 98 پارسال یکی از سخت‌ترین و خونین‌ترین سال‌ها در ایران.
البته پس از دوران جنگ 8 ساله. سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ در کنار فساد و سوء مدیریت گسترده، معترضان وضع موجود را به خیابان کشاند. در تقابل جماعت اعتراضی با نیروهای امنیتی مسلح، صدها ایرانی در آبان ماه کشته شدند. امید جمهوری اسلامی برای برون رفت از انسداد سیاسی و بن‌بست دیپلماتیک امیدی بود محال. زبا تموم شد الحمدلله. نه هنوز شروع شد. تمام شد. خب تموم. یه مرحله سختش تمام شد. دی ماه همون سال ژانویه 2020 اتفاقی افتاد که برق از چشمان حکومت رو بود. ترور چهره اصلی سیاست منطقه نظام، سردار قاسم سلیمانی در عراق. این سالیان با رفتن او، ایرانی که چشم داشت با سیاست معروف به صبر استراتژیک دونالد ترامپ را بدرقه کند، راهی جز تلافی ندید. فشار روی تصمیم گیران بسیار بود. نتیجه آن حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین الاسد عراق. حلاوت این حملات اما برای سران حکومت ایران با سرنگونی هواپیمای اوکراین بر فراز تهران با آتش خودی به زهر تبدیل شد. شلیک به مشروعیت خود و اعتماد عمومی. ایران در برابر فشار افکار عمومی در داخل و ضربه به سیاست منطقه‌ای در خارج به همان استراتژی از پیش اعلام شده خود پناه برد. در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. حمله به تأسیسات نتنز را بی جواب گذاشت، همانطور که همکنون میگوید ترور یک ستون برنامه هسته‌ایش، یا به قول غربی ها پدر برنامه تسلیحات هسته‌ای را به زمانی مناسب موکول کرده. امید به رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید و روی کار آمدن دولتی که بتواند با آن راحت تر تعامل کند. ایران میگوید برایش فرقی ندارد که چه دولتی در آمریکا سر کار باشد، اما شواهد و قرائن چیزی غیر از این میگوید. هرم قدرت و تصمیم گیران در جمهوری اسلامی همکنون زیر فشارند که انتقام خون محسن فخری زاده را بگیرند، اما با صبر استراتژیک چه کنند؟ فعلا داستان را به تله‌گذاری اسرائیلی ها تعبیر کردند و میگویند نمیخواهند در آن دام بیفتند. حدود 50 روز مانده تا روی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید، زمان آبستن حوادث است. هرچند ایرانی ها در داخل همین حالا درگیر جنگی دیگر شدند. ما که سکوت میکنیم دلیل نداره که متوجه نیستیم از این گراه هایی که داده میشه. من به کسی رو متهم نمیکنم، ولی میدانم که خیلی ها، یعنی خبرش رو به هم میدن، الان در شأن این نیستم که این رو منتقل بکنم، میرن میگن اینها در قدرت نمیمونن، قدرت اینها چند روز است. اینجاست که من فکر میکنم سیاست خارجی نیاز داره که منسجم باشه. اینجاست که فکر میکنم ما با خارجی که طرفیم یک نفری. مرگ بر اسرائیل! مرگ بر اسرائیل! صبر استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی حالا جای خود را به نبردی جناحی داده. رقابت زود هنگام رقبا در داخل برای در دست گرفتن ابتکار عمل مذاکرات احتمالی با دولت جدید آمریکا، آن هم یک ماه مانده به سالگرد ترور استراتژیست منطقه‌ای نظام به دست خود آمریکا، شرایط پیچیده است. مرسد کوهنروز، بی بی سی.
داریوش سجادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تهران و علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ما هستند. سال اول رو از آقای سجادی میپرسیم. آیت الله خامنه‌ای میگفت دوران بزن در رو گذشته، فعلا چند بار زدن و به نظر میاد در هم رفتند. آنچه که این روزها دیده میشه سیاست صبر استراتژیک یا نوعی انفعال و چه بسا تسلیم؟ بله، من تشکر میکنم از شما آقای موسوی. ببینید یک ضرب‌المثلی هست بین ایرانی ها به این مضمون که از گاو باید ترسید چون هم شاخ دارد و هم مخ ندارد. من میخوام از این تأثیر بگیرم. فی الواقع بله، یک نوع صبر استراتژیک رو میشه در عمل کرده دولت مردی ایران به خوبی مشاهده کرد، به معنا که ایران به نوعی در یک موقعیت حساسی قرار گرفته، به نوع موقعیتی که من از اون تعبیر میکنم در موضع قدرت با یک توضیح. ببینید بعد از پیروزی آقای بایدن، خب هرچند دولت مردان ایران میگفتن برای ما فرق نمیکنه، اما واقعا همینه که فرق میکرد، چون در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ بیشترین لطمات و صدمات توسط ترامپ به هیمنه و اقتصاد و سیاست ایران وارد شد. اما ایران در این مدت کوشید از طریق همون سیاست به صبر و مدارا مدیریت کنه تا بتونه این بحران رو از سر بگذاره. شما دقت کنید پیروز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در داخل هرچند بایدن بود، اما میتوان گفت به نوع ایران هم بود، چرا که تونست عامل ترور سردار سلیمانی و عامل کسی که با تحریم‌های فزاینده اقتصادی رسماً و علنا در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت و صراحتاً هم گفت که از طریق این تحریم‌ها به دنبال ایجاد بحران معیشت و آشوب شهری به منظور فشار بر ایران رو حالا بدرقه کنه برای اینکه از خاک سفید خارج بشه. درست در همین فردا انتخابات بود که اگر یادتون باشه هم بن سلمان و هم به نتانیاهو ابراز نگرانی کردن و حتی بن سلمان در یک موضع مستعصمانه ابراز رضایت کرد که بایدن هم از ما حمایت می‌کنه. اینکه بن سلمان و نتانیاهو ابراز نگرانی می‌کنن معید اینه که از قدرت منطقه ایران می‌هراسن، علی‌رغم اینکه این همه تسلیحات از آمریکا خریدن و حمایت آمریکا رو دادن، به این معناست که دنبال یک سیاست للگی می‌گردن که آمریکا از ما حمایت کنه. به این اعتبار ایران می‌کوشه با یک صبر معقول این چند روز باقی مانده دولت ترامپ رو مدارا کنه تا بعد از اون بتونه با مدیریت بحران اجتناب کنه از جنگی که قطعاً هم عربستان هم اسرائیل دنبال اون هستن علیه ایران. آقای افشار شما چی فکر میکنید؟ نه، من موافق این تحلیل نیستم. اول تمایل دارم که تمایز بین ایران یعنی کشور، مردم، واحد جغرافیایی سیاسی تاریخی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران رو مشخص بکنیم. جمهوری اسلامی ایران درست حکومت مستقر ایران هست، ولی به طور نسبی از همه اون کسانی که آقای سجاده اسم آوردن بیشتر به مردم و کشور ایران آسیب زده و آسیب‌های دراز مدت. از اینکه بگذریم، به نظر من اون چیزی که واسه جمهوری اسلامی اقدامی انجام نده مسائل معطوف به انتخابات آمریکا نیست، که هر کسی که حداقل اطلاعی از مسائل فنی انتخابات آمریکا داشته باشه میدونه که حتی 0.01% هم جمهوری اسلامی در نتیجه انتخابات آمریکا اثرگذار نبود. شاید از نتیجهش خوشحال باشه، ولی در اون اثرگذار نبود و اتفاقا دو بار وزیر خارجه‌اش رسما پیش بینی کرد که دونالد ترامپ برنده انتخابات خواهد بود، آقای ظریف. و همچنین نکته خیلی جالبتر اینه که در اون اخلال‌هایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی بودند، بخشی از اونها ترسوندن دموکرات‌های آمریکا از رأی دادن به بایدن بود. حالا از این بگذریم، به نظر من وقایع باید برگردیم به 6 ماه گذشته، از اون انفجاری که در صنایع موشکی در منطقه خجیر تهران رخ داد. ما یک تغییر وضعیت رو می‌بینیم که حالا اگر این حرکت‌ها رو که علی آقای منشانه هم همین رو نشون میده ناشی از دولت اسرائیل بدانیم، یک آهنگ این فعالیت‌های بازارنده اونها وارد آهنگ تهاجمی میشه، وارد عملیات در داخل خاک ایران میشه و از اینجا به بعد موازنه عوض میشه. همون راهبردی که جمهوری اسلامی توجیه میکنه که من از نظر من 100% دروغ هست، یک پوششی هست برای توسعه طلبی منطقه خودشون که ما میریم ناامنی‌ها رو
در بیرون از مرزهای ایران مهار میکنیم، همون راه بوده به نظر میرسه حالا دولت اسرائیل یا هر جریان خارجی پشت سر این حرکت‌های خرابکارانه که در 6 ماه گذشته در توالی‌های زمانی کوتاه انجام شده و به نظر من شروع به کار جو بایدن در کاخ سفید هم هیچ تضمینی ایجاد نمیکنه که اینها تکرار نشن و اینا همه بر بستر یک جنگ، یعنی شبه جنگ 4 دهه‌ای بین جمهوری اسلامی با شعار نابودی اسرائیل و دولت‌های مختلف اسرائیل رخ داده. ما از اون مقطع بعد این وضعیت عوض شده، جمهوری اسلامی در کنج قرار گرفته، وضعیت ژئوپلیتیکیش دچار انقباض شده، به طور نسبی ضعیف‌تر شده و احساس خطر می‌کنه از واکنش مستقیم و الگوی تاریخی خودش رو که واکنش تلافی جویانه غیر تعجیلی هست رو جلو میبره، واکنش مستقیم به اسرائیل نشون نمیده ولی سعی میکنه که زیرساخهایی رو برای تقابل و برخورد ایجاد بکنه. این کارهایی که جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک به اون در نزدیکی مرزهای گولان دارن انجام میدن به نظر من خودش یک دریچه مناسبی است که بفهمیم که چرا اسرائیل اینقدر ناشکیبادر داره برخورد میکنه با جمهوری اسلامی. آقای افشاری به بلندی های جولان اشاره کردند، آقای سجادی مقام های ایران میگفتند که عمق استراتژیک ما تا مرزهای اسرائیل رسیده، ولی الان آنچه که ما میبینیم برعکس نیست، این اسرائیله که تا قلب تهران و تا حساس ترین مراکز هسته ایران قدرت مانور پیدا کرده؟ من ببینید، من اعتقاد به این ندارم که این ترور آقای فخری‌زاده ارزش استراتژیک به اون معنا داشت. ببینید اگه خاطرتون باشه، ایران همین چند روز داشتن 2 هفته پیش بود یه عملیات دیگر که یک از تروریستای مطرح در پاکستان زد. یعنی میخوام بگم که عملیات تروریستی در هر دو کشور هستن و به صورت نیابتی یا غیر مستقیم یا مستقیم انجام میشه. کما اینکه شما نگاه میکنید وقتی آرامکو زده شد، خب ایران تقبل مسئولیت نکرد، اما خب متهم شد از طریق حوثی‌ها داره میزنه، از اون طرفم اسرائیل یا آمریکا به تناوب اون کارا رو انجام میده. میخوام بگم که عملیات از این دست جزء ساختارهای عملیاتی سازمان امنیتیه. نمیشه به اعتبار اینکه مثلا اومدن یک عملیاتی تروریستی رو در تهران انجام دادن بخوایم بگیم که عمق استراتژیک ایران خدشه زارد شده، هرچند که نمیشه ممکنه این شد که این یک حفره ای است که زیر سوال میبره ساختار امنیتی دولت رو. و من این حرفی است که قبلا هم گفتم، متاسفانه دولت آقای روحانی بعد از فوت آقای هاشم رفسنجانی کاملا عملکرد خودش رو فشل کرد، چون یک عقل منفصلی از دست داد و میخوام بگم تایید کنم که این یک نوع حفره امنیتی نشون میده. اما ارزش عملیاتی که ترور یک شخص، ببینید مشکل اسرائیل با ایران یک شخص نیست که با زدنش قانون استراتژیک ایران میخوایم ببریم زوال. واقعیت امنه که واهمه ای وجود داره از عمق استراتژیک ایران در کل منطقه که با این عملیات نشون میدن که اتفاقا از رفتن ترامپ به عنوان متحد استراتژیک عربستان و اسرائیل به پروا افتادن و همه این آسیب سریعا برای اینه که بتونن در دنیا آینده بعد یه حمله سنگینی از طرف ایران رو، حالا چه از طریق ترامپ یا از طریق تخریب ساختارهای هسته ایران رو دامن بزنن. آقای افشاری، شما به ضعیف‌تر شدن ایران اشاره کردید. خب اینا منتظرن ببینن که آقای بایدن چه معامله‌ای خواهد کرد، ولی اگر اوضاع به همین شکل پیش بره، اصلا آقای بایدن چه لزومی در احساس خواهد کرد که بیاد وارد مذاکره بشه در حالی که طرف مقابل تا این اندازه تضعیف شده؟ بله، البته من یه وقت تصحیح بکنم، مثلا جمهوری اسلامی موقعیت منطقه‌ای ضعیف شده، ولی به این معنا نیست، هنوز یک بازیگر مهم و مؤثر هست. ببینید دقیقاً اتفاقاً یکی از گره‌هایی که وجود داره همینجاست. این جیک سالیوان که مشاور امنیت ملی منتخب آقای بایدن هست، خیلی صریح میگه بازگشت ما به برجام، کسی که خودش عضو به هر حال یکی از عناصر فعال مذاکرات منتهی به برجام بود، میگه موقعی هستش که جمهوری اسلامی تعهدات برجامیشو انجام بده، آمادگیشو برای مذاکرات مکمل اعلام بکنه و حسنیت خودشو برای حل دیگر اختلافات نشون بده. این نشون میده شرایط کاملا عوض شده. ببینید اون چیزی که دقیقا به همون دلیلی که ما بگیم فخری‌زاده رو اسرائیل زده، تأسیسات آرامکو در عربستان در ماه سپتامبر سال 2019 را هم از نظر جمهوری اسلامی ایران انجام داده و اینجا مشکل پیش میاد. این قدرت نیست، شاید به یک معنا قدرت باشه، ولی از اون طرف ستیزه جویی رو نشون میده با توجه به ویژگی این نظام و به خصوص نهاد سپاه پاسداران
که میتونه از رادارهای آمریکایی عربستان عبور بکنه و عربستان به راحتی مورد حمله قرار بده، این اتفاق میتونه در مورد دبی بیفته، در مورد شهرهای اسرائیل بیفته و این یک نگرانی ایجاد کرده. بایدن نمیتونه نسبت به این بی‌اعتنا باشه. بنابراین اون چیزی که از اساس به نظر من در نگاه دراز مدت برای امنیت ملی ما مشکل ایجاد کرده و این ترور فخری‌زاده هم از این زاویه امر ناخوشایندی هست، این هستش که این سیاست خارجی ستیزه‌جو کنار بره، وگرنه این ائتلاف جهانی و منطقه‌ای روز به روز تنگ‌تر میشه و جمهوری اسلامی هم در راهی جز عقب نشینی نخواهد. وقتمون خیلی کمه، هر دوی آقایون یک دقیقه وقت دارن جمع‌بندی بکنن، تا من سوال رو به این شکل مطرح میکنم که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، یک جای دیگه هدف قرار بگیره، یک فرد دیگه ترور بشه، تا چه اندازه این سیاست صبر استراتژیک قابل ادامه دادنه آقای سجادی؟ من تصور میکنم اتفاقا این ادامه پیدا میکنه، بعید نیست که ادامه پیدا بکنه. در آینده همونطور که عرض کردم اسرائیلی‌ها به شدت آسیب‌پذیر شدن سر این داستان شکست ترامپ، چرا که طی 4 سال گذشته یک وحدت و مؤثر استراتژیک بین بن سلمان بن نتانیاهو و ترامپ بود و بعد از شکست غیر متوقعه‌ای که پیش اومده میگوشن حداقل بتونن در 2 ماه آینده به نوعی این دیو رو از این پول رو از چرا از بطری خارج کنم، بلکه بتونن یک ضربه اساسی به ساختاری مثل ایران بزنن. اما من بعید میدونم، چون ترامپ همواره گفتم ترامپ مرد جنگ نیست، خصوصا که با شعار زده جنگ وارد کاخ سفید شد، با شعار برگشتن ارتش به مرزهای داخلی وارد شد، ولی این به معنی نیست که اسرائیل یا کوتاه بیان از عربان کوتاه بیان بعد عربستان کوتاه بیان. من پیش بینی شکست های دیگه هم میکنم، اما پیش بینی اینم میکنم که با توجه به شیرینی شکست ترامپ برای دولت مردی ایران، ایران کماکان اون صبر استراتژی خودش رو برای خروج ادامه بده. اما اینجا من دکتر اضافه کنم که این به معنی آب توبه ریختن بر سر دموکراتان نیست. جمهوری اسلامی از دموکراتان لطمه های بسیار زیاده خورد، که ما تحریم ها مقصود دموکراتان و ایسرائیل بود که دموکراتان تخمه شد در سیاسی. آقای افشاری؟ نه ببینید، در اینکه جمهوری اسلامی حالا این به نظر من صبر استاد پوششی هست، فعلا ناتوان هست از انجام عملیات، یک وضعیت میخکوب شده قرار گرفته، ریسک اقدام واکنش تلافی‌جویانه مستقیم برای سخته. چون که این آقای عبداللهیان از دیپلمات‌های نزدیک به آقای خامنه‌ای افشا کرد که در جریان حمله پایگاه عین الاسد ما آمدانه جوری حمله کردیم سرباز آمریکایی کشته نشه، بنابراین این وضعیت ادامه پیدا می‌کنه. اما به نظر من زمان برای تصمیمات سخت برای جمهوری اسلامی فرا رسیده که ناگزیر از عقب نشینی در سیاست‌های منطقه‌ایش هست. منتها البته هیچ وقت اون سیاست خارجی ستیز جهانی خودش رو کنار نمیگذاره و این همه برمیگرده که حکومتی و نظام سیاسی در ایران ایجاد بشه که منافع ملی رو در سیاست خارجی قرار بده. اون موقع ایران بهتر میتونه هم از منافع ژئوپلیتیک خودش در منطقه دفاع بکنه، هم امنیت ملیش رو حفظ بکنه و این وضعیت نشه که اینقدر آسیب‌پذیر بشه به نفوذ گسترده یک سازمان امنیتی خارجی که به نظر من الان نظام در یک شوکی هم به سر میبره، باید حذف بکنن، باید در بیارن که این حفره که دیگه حفره هم نیست، یک تونل تثبیت شده هست، این چه است و چه باید اونو چگونه ترمیم بکنه. ممنونم از علی افشاری و داریوش سجادی از تهران و واشنگتن با ما. و اما میرسیم به بخش صد زن این 60 دقیقه. بی بی سی در 8 سال گذشته هر سال فصلی با عنوان 100 زن داشته و در آن به ماجرای زندگی زنانی موفق در سراسر جهان پرداخته که توانستند تغییری در اطراف خود ایجاد کنند. در 40 سال گذشته و بعد از انقلاب ایران بسیاری از نویسندگان زن ایرانی که بعضی از آنها به اجبار از سرزمینشان جدا شده بودند، ایرانی را برای مخاطبان غیر ایرانی به تصویر کشیدند که از آن خاطره داشتند. در ادامه این فصل امروز همکارم آصفه برات به سراغ چند نویسنده زن ایرانی رفته که آثارشان بعد از انقلاب در کشورهای مختلف منتشر شده، زنانی که از تحولات ایران پنجره‌ای به روی جهانیان باز کردند. دور از دیار شهرزادهای قصه از زادگاهشان می نویسند.
نویسنده های زن ایرانی که به زبان های خارجی درباره ایران می نویسن در اروپا و آمریکا شناخته شدن. کتاب هاشون برای خواننده غربی یا کسایی که مثل من هیچ وقت ایران نبودن و فارسی زبان اولشون نیست، تصویر متفاوتی از ایران نشون میدن. مثل رمان فروشگاه لوازم التحریر تهران، اثری از مرجان کمالی که بخشی از آن در بحبوحه کودتا علیه مصدق شکل می گیرد و نابرابری های جامعه را آشکار می نماید. من در ایران بین 2 سالگی تا 5 سالگی زندگی کردم و دوباره بین 9 سالگی تا 10 سالگی. وقتی که داشتم تو آمریکا بزرگ می شدم، هر چیزی که در میدیای اینجا بود، تلویزیون، فیلم، کتاب درباره ایران، تقریبا فقط یه چهره ایرانو نشون میداد و یه چهره ایرانی ها رو نشون میداد. من میخواستم چیزای معمولی مردم ایرانو نشون بدم، رابطهشونو با هم دیگه، رابطه یه مادر رو یه دختر یا دوتا جوونی که عاشق همن، یا یه مغازه دار و یه خانومی که عاشق کتابه. این چیزای معمولی، این چیزایی بود که وقتی که دربارش می نویسم و خواننده ها می خونن، خواننده های آمریکایی کمی تعجب میکنن، میگن که پس اینا که عین ما هستن. داستان‌های نایری نهاپتیان در هر 5 کتابش در ایران اتفاق می‌افتند. سفری خیالی به کشور بچگی‌هایش و آشنایی با آن از طریق رمان پلیسی که طعم نوستالژیک دارد. زمانی که کتاب اولم کی آیت الله کانونی رو کشت منتشر شد، من اولین و تنها نویسنده ایرانی در تبعید بودم که رمان پلیسی نوشت که داستانهاش در ایران اتفاق می افتاد. دلیلش هم این است که نویسنده‌های ایرانی به طور سنتی داستان و شعر می نویسند. البته در رمان‌های پلیسی من هم داستان هست و هم شعر. به نظر من رمان پلیسی ضد سیستم است و یکی از ویژگی‌هایش انتقاد از جامعه است. از طرف دیگر فکر می‌کنم نوشتن درباره ایران و استفاده از ژانر پلیسی و تحقیقی برای من یک حالت روانکاوی دارد. من در ایران و در یک خانواده ارمنی به دنیا آمدم و تا 9 سالگی زبان اولم فارسی بود. ولی 1 سال بعد از انقلاب اسلامی با مادرم از ایران آمدیم پاریس و برای من همیشه سوال بود که چرا باید تبعید می‌شدیم و چرا پدرم 6 سال در ایران ممنوع خروج شد. این ترومای بزرگی برای من بود و در رمان آخرم عشق به سبک مارینا ام تلاش می‌کنم جواب همین سوال‌ها را پیدا کنم. رویا حکاکیان تحولات سیاسی دوران انقلاب را در زندگی نامش از دیدگاه نوجوانی یهودی که در تهران زندگی میکرد بیان میکند. آدم های معمولی از جمله من، موقعی که شروع میکنیم راجع به زندگی خودمون حرف بزنیم، از زندگی خودمون داریم استفاده میکنیم که یه قصه بزرگتری رو توضیح بدیم. خیلی برام مهم بود که بگم برای زنا چه اتفاقی افتاده بود، زندگی زنا چطور پیش و بعد از انقلاب متحول شد. تلاشم رو کردم که از همه این موضوعی قصه های شخصی و موضوعی کناری استفاده بکنم که قصه ایران رو بگم و حادثه تاریخی که اونجا اتفاق افتاده بود. اگه قراره یه سری آدم های مثل من از یه گذشته‌ای که تاریخش دائما در حال پاک شدن داره قرار میگیره حرفی بزنن، الان وقتشه. اگرچه نویسنده های زن ایرانی در غرب کتاب های بسیاری درباره ایران نوشتند، ولی هنوز ورق های سفیدی هست در انتظار پر شدن از ناگفته های دیگر. آصفه برات، بی بی سی. 2 مهمان داریم. فرشته مولوی، نویسنده و پژوهشگر از تورنتو کانادا با ما، و همینطور همیرا قادری، نویسنده و فعال زنان در افغانستان از کابل با ما. سال اول رو از خانم مولوی میپرسم. بعد از انقلاب خانم مولوی، چقدر کارهای نویسندگان زن در ایران جدی گرفته شده؟ سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه شما.
خب بعد از انقلاب که همه میدونیم که به هر حال یک دوره محاق فرهنگی و ادبی بوده و هنری البته تا برسیم به دوره جنگ و از جنگ به بعد البته به هر حال یک مسیر دیگه ای رو رفته. ببینید من یک نکته رو اجازه بدین همین الان بگم، امیدوارم کوتاه بگم. ما 41-42 ساله که انقلاب شده ولی یک تاریخ پیش از انقلابی هم داریم، حالا از زمانی که مشروطه یعنی دوره مدرن رو بگیریم. و من میخوام فقط یک اشاره کوتاه بکنم که در حدود 100 سال پیش ما خانم دکتر فاطمه سیاح رو داشتیم که در نه فقط اولین استاد دانشگاه بودن بلکه در نقد ادبی. ایشون در 80 سال پیش کرسی نقد ادبی رو در دانشگاه تهران داشتن. این اشاره به ایشون و دیگرانی که بودن فقط برای اینی که بعد از انقلاب اینطور تا مدت‌ها زیاد به خصوص پیش از اینترنت این نظام حاکم در واقع این سعی که یک گسستی با گذشته باشه بوده و ادبیات یا هر حرکت دیگری چه فرهنگی چه هنری چه اجتماعی هرگز نمیتونه گسسته باشه. بنابراین آنچه که ما امروز داریم چه در زمینه ادبیات چه در زمینه کارهای دیگر زنان ادامه پیش از خودش پیش از انقلاب رسیده اینجا، البته با تحولات ناشی از اقتضای زمانه بود. خانم قادری توضیحی که خانم مولوی دادن یه نوع پیوستگی رو بهش اشاره کردن، ولی من مایل بودم ببینم که در 20 سال اخیر که افغانستان شاهد فضایی بوده که در اون زنان به کارهای بیرون از خانه تشویق می‌شدن، فضا بر اونها آزادتر بوده، چقدر رشد کردن خصوصا نویسندگان زن و کسانی که در عرصه ادبیات می‌نوشتند؟ با عرض سلام، خب در افغانستان هم این اتفاق افتاده، یعنی ما پیشقراولانی در عرصه ادبیات و خصوصا نویسندگی داشتیم که بعدها در کنارشون افراد دیگه هم رشد کردن. اما برعکس ایران، چون من تا حدودی با ادبیات داستانی ایران هم آشنا هستم، عرصه ادبیات داستانی خصوصا جایگاهی که زنان خالق آثار معرفی میشوند در افغانستان بسیار زیاد خالی است. شاید بشه با تعداد انگشتان یک دست داستان نویسان زن در افغانستان نام گرفت. اما جدایی از فضای ادبی درست است، در این 20 سال به حرمت دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان زنان در شرایط زنان تغییر کرده، هرچند ما هنوز دچار ناامنی ها هستیم و همچنان کشور در حال جنگ گفته میشه. خانم مولوی، در 40 سال اخیر یا 42 سال اخیر اتفاقی که افتاد که در گذشته شاید کمتر سابقه نداشته، حاکم شدن یک فضای ایدئولوژیک بود. میدونیم که وقتی فضای ایدئولوژیک و فضای سانسور حاکم میشه، بسیاری از نویسنده ها شکایت میکنند. این فضا بر کار نویسندگان زن در ایران چه اثری گذاشت؟ خیلی خوشحالم که شما صحبت رو به این مسئله کشوندیم، برای اینکه مسئله اساسی. ببینید، یک نکته اول این که ادبیات به طور کلی و آزادی یک پیوند تنگاتنگی داره. بنابراین ادبیات بدون آزادی بیان و اندیشه اصلا معنی نداره در واقع. حالا ما البته پیش از انقلاب هم سانسور داشتیم، به نوعی در جریان‌های ایدئولوژیک هم بودن، اما اون چی که اتفاق افتاد بعد از انقلاب این که نظامی آمد سر کار که بر پایه سانسور و سرکوب استوار بوده و همچنان هم هست. و این سانسور فقط سانسور کتاب هم نیست. بله. سانسور کتاب هم البته از دوره قاجار بوده، دوره مدرن رو هم میگیریم، به گذشته هم کاری نداریم. اما سانسور در دوره پهلوی برای نمونه و برای جوانها سانسور سیاسی بود،
و به این بود که یعنی به هر حال حواس نویسنده و مترجم جمع باشه که به حکومت و دستگاه دربار پای نداشت باشه و مشخصا شخص شاه. اما بعد ما یک سانسور فراگیر داریم در زمینه کتاب و در زمینه فرهنگ، و این سانسور فراگیر دیگه در حد این که فقط مسئله سیاست رو بپوشونه نیست، در تمام جنبه های زندگی هست. دلیلش هم این که روشنه، به خاطر این که به هر حال یک حکومت مبتنی بر به اصطلاح شریعت به نوعی حاکم هست. خانم قادری، شما اشاره کردید که تعداد زنانی که کارهای مؤثر و شاید برجسته کردن زیاد نیست در سالهای اخیر در افغانستان، ولی ما میدونیم که هزینه زیادی شد، تلاش زیادی شد، فضای خوبی هم سعی شد که فراهم بشه. چالش در کجا بوده، مشکل در کجا بوده که از این فضا اونطور که باید شاید استفاده نشده؟ من دقیقا در مورد این که گفتم کار تاثیرگذار اتفاق نیفته در حیطه ادبیات داستانی گفتم، ولی در این که در بقیه زمینه ها چرا زنان یک سری کارها انجام دادن، ما زنان وزیر داریم، وقتی شاخه قدرت در موردش صحبت میکنیم روی سیاست، در این قسمت زنان فعالتر بودن تا شاخه های مثلا فرهنگی هنری که ما از او به عنوان شاخه قدرت و تاثیرگذار در افغانستان یاد کنیم. در حقیقت میخوایم بگم که ادبیات داستانی درست است که پیشینه دارد در افغانستان، به تقریبا نظر زمانی شاید ایران با 50 سال قبل از 1300 شروع کرد، از 1250 و یک تاریخ داستانی داره که با تاریخ هم شروع شده با تاریخ نویسی. افغانستان از 1300 اگر شروع کرده باشه تقریبا 100 سال تاریخ نویسندگی داره، اما به هر دلیلی شاید بیشتر همون مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده که در عرصه نویسندگی مردان فعالتر بودن. زنان همیشه به عنوان مخلوق داستانهای مردان بودن و همیشه هم در این داستانها به صورت تبدیل شدن به بازتولید، یعنی همون زنانی که در اجتماع هستن و کنشگر نیستن، فعال نیستن، در داستانها هم تولید شده. سیاست در افغانستان به جنگهای پایدار و ناپایداری که داره بر همه احوال، بر اختصاص، بر خود سیاست، بر اجتماع و بر فرهنگ تأثیر گذاشته و باعث شده که ما همون دوره گذار خود بسیار زیاد بکندی بگذرانیم. پول هایی که به افغانستان سرازیر شده یا کمک هایی که به افغانستان آمده یا مسائلی که مورد توجه دنیای بیرون از افغانستان بوده، اصلا بحث های فرهنگی در افغانستان نبوده. حتی برای خود حکومت افغانستان هم بحث فرهنگی، بحث نویسندگان، بحث شعرا به هیچ عنوان مطرح نبود. اما هنوز یک جایزه ملی برای ادبیات داستانی افغانستان نداریم و حتی همین امروز ما از معین وزارت فرهنگ شنیدم که بسیار برای اولین مثلا جایزه ملی ادبیات داستانی بسیار یک مقدار کمی را در بسیار ناچیز در نظر گرفتن و او احساس میکنم که بیشتر کمکاری حکومت و بیتوجهی حکومت بوده در کنار کمکاری نویسندگان. سپاسگزارم از همیرا قادری در کابل و فرشته مولوی از تورنتو کانادا با ما. حسنا جلیل نخستین زن در تاریخ افغانستان است که معاون وزارت داخله شده. انتصاب او به این مقام واکنش‌های زیادی در پی داشته. عده‌ای به بی‌تجربگی او در عرصه نظامی منتقد بودند و بعضی هم می‌گفتند که کار کردن در این پست کار یک زن جوان نیست. حسنا جلیل در گفتگو با نسرین نوا از تغییراتی گفته که در دو سال کار در این سمت توانسته ایجاد کند. نام ما حسنا جلیل، معاون وزیر داخله در بخش پالیسی و استراتژی. لسانس خود نیمه در اداره و تجارت گرفتیم، اما تکمیل در علوم طبیعی و ماستری ما در اداره و تجارت با تخصص مد مدیریت است. کارهایی بودن که ما بنیادی کردیم و دیتابیس ما زیر کار است، تقریبا رو به خلاصی است تا ای که ما تمام شهدای واقعی خود و معلولین واقعی خود شناسایی کرده باشیم. در وزارت داخله وقتی که من تازه آمدم چالش از هر لحاظ داشتیم. ما باید فراتر از هر همکار مرد ما زیادتر کار میکردم، ساعات بیشتر باید کار میکردم تا خود باید ثابت بسازم که من هم من حیث یک زن، یک ملکی و یک جوان میدانم در کنار شما کار بکنم. یک تفاوت بسیار کلانه که بین ما و طالب است. ما حکم روا نیستیم. اکثرا همکارا حتی مکالمه میکردن در پیش ما که هر کسی که در معینیت پالیسی آمده، مخصوصا اگر یک خانم آمده، حتما باید نازدانی رئیس جمهور باشه و یک معامله سیاسی است و یک تعهد بین المللی است که ما زن در سکتور امنیتی میاریم.
نه، آمدن زن به سکتور امنیتی یک تعهد بین المللی به ما نیست، یک ضرورت جامعه ما است. اما تو که ضرورت به پلیس زن است، اما تو که ضرورت به پلیس مرد است، اما تو که به اردو است، حتی در سطح رهبری یک نیاز است. و اما برداشتا قسمی بود که گویا ما به اساس یک معامله آمدیم و بعضا این برداشتا را قسمی مکالمه میکردن که گویا به اساس یک معامله جنسی به صراحت اگه بگویم ما اینجا آمدیم. و این به ما بسیار ناخوشایند بود، در این زمانی که چون در شروع عادت نداشتم به ما بسیار ناخوشایند بود. و ناخوشایند تر از او این بود که فامیل ما حتی بعضا سوالشان این بود که آیا ارزشش داشت، یعنی آیا لازم بود که اقه قربانی بتیم. اما آخر روز گپ ما برشانی بود که این یک ارزش است و اگر ما کنار می آییم ما یک دید که ماموریت کلان به موفقیت می رسانیم. ما به کیفیت زیادتر می پیچیم تا به کمیت دیدور خانم ها که پیچیم، ما زیادتر خانم های بایستیدار در کنار تمام مسائل شخصی و یا ای که اتهام وارد کردن روی شخصیت کسی، اینا حتی به حدی اما عدم همکاریشان همکارم نشان میدادند که وقتی که من پشت یک سند کسی رو روان میکردم برای من گفته میشد که این محرم است. از معاون پالیسی وزیر داخلی که روی پالیسی طبقه بندی اسناد کار میکنه و در اونجا نوشته میکنه که کدام سند کدام معلومات به کی باید محرم باشه. عین زمان ما قضایای داشتیم که همکارای ما در جلسه ما اشتراک نمیکردن. امروز اگر ما به یکی از جنرال صاحبای ما پیام میمونم که جنرال صاحب بیا که روی از این مسئله کار بکنیم، بدون در نظر داشت پروتکل ما یا او، بدون در نظر داشت تشریفات، بسیار صمیمانه میایم با هم کار میکنیم. به او خاطر من میتونم بگویم که دو سال مقاومت که کردیم، اما جنجال ده که کشیدیم، چالش هایی ده که کشیدیم برای یک نسل دیگه ارزش داشت. حسنا جلیل بود، معاون وزارت داخلی افغانستان. رامش، خواننده پرآوازه ایرانی، بعد از سالها سکوت و انزوا در سن 75 سالگی درگذشت. رامش در دهه 40 شمسی بسیاری از ساخته‌های علای خرم را اجرا کرد، اما در دهه 50 با سبک متفاوت و نو به موسیقی پاپ جان تازه‌ای بخشید. از جمله کارهای او که بسیار شنیده شده آهنگ رودخونه هاست با شعری از محمد علی بهمنی و آهنگسازی صادق نجوکی. با هم بخش‌هایی از رودخونه ها رو ببینیم و بشنویم. رودخونه ها رودخونه ها، منم میخوام راهی بشم، برم به دریا برسم، ماهی بشم ماهی بشم. میخواد اونجا برم که همه دنیا آب باشه، تا نرسه دستی به من. دلم میخواد دور و برم، هزار تا گرداب باشه، هزار تا گرداب باشه، رودخونه ها رودخونه ها، منم میخوام صادق نجوکی آهنگساز از کالیفرنیا با ما است. آقای نجوکی، شما آهنگساز همین آهنگ بودید، رودخونه ها، کمی از این آهنگ و آهنگسازیش بگید. سلام عرض میکنم حضور تمام بیننده های تلویزیون خوب شما و گردانندگان این برنامه، به خصوص آقای مجید افشار که از صبح زود در واقع سعی کردن که من رو پیدا کنن، خانم آناهیتا و خود جنابالی. آقای موسوی هستید؟ بله بله بله، برحال از شما آقای موسوی خیلی ممنون که بیاد هنرمندان قدیمی بودید و هستید و خیلی ممنون که قبول کردید. در مورد این آهنگ اگه بگید خیلی ممنون میشن. بله، این آهنگ جز کارهای آخر رامش بود. رامش همجور که میدونید اسم اصلیش آذر محبی بود، در اواسط سالهای 40 کارش رو شروع کرد، با یک خواننده دیگه بود، دو صدایی میخوندن به اسم رامین، و رامش و رامین اینا مدتها آهنگای دو صدایی میخوندن که آقای خرم آهنگشون میساخت، و بعد از اون با پرویز مقصدی شروع کرد که با اون پرویز مقصدی معروف شد. رامش
با آهنگای مثل میتونه مشت من رو باز بکنی یا آدمک و خیلی کار دیگه پرویز مقصدی به شهرت خیلی زیاد رسید و ادامه داد و با آهنگسازای خیلی خوب دیگری هم کار کرده که ما رو داریم با آقای سعید نوشین‌فر یه داکیومنتری براش درست میکنیم و جزو کار آخرش همین آهنگ رودخونه ها بود که من ساخته بودم براش. و جالبه که الان شما با همزبانای افغانی صحبت میکردید، رامش جزو اولین هنرمندایی بود که در افغانستان برنامه اجرا کرده بود و محبوبیت خیلی زیادی داشت و یادم وقتی برگشته بود میگفتش که دو تا آهنگی رو که خیلی دوست داشتن همین آهنگ رودخونه بود و آهنگ عشق گناهکار که آقای پازوکی ساخته بودن. به هر حال یادش به خیر، انگار همین دیروز بود این قضیه که دارم میگم، مربوط به 50 سال پیشه دارم صحبت میکنم. بله. و این آهنگو برای شجر خیلی هم خوب اجرا کرد و فوق العاده ریتم خوب نگه میداشت، خواننده پرتوانی بود در بله. مورد ریتم آهنگا. بله، اون آهنگ در آرشیو رادیو تلویزیون افغانستان هست، من یک بار اون رو شنیدم، زیبا خوندن. بعد از انقلاب 15 سال نخوند و حرفش هم این بود که نوعی همبستگی است با زنانی که نتونستن بخونن، درسته؟ حتما همینجور بوده. به هر حال ایشون تنها کسی نبود که بعد از انقلاب نتونستن کار بکنن اونجور که دلشون میخواست. به هر حال کسان دیگه هم بودن که دچار افسردگی خیلی زیاد شدن، ایشون اونجور که دلش میخواست نمیتونست کار بکنه، بنابراین خب کار رو کنار گذاشت. ما هم خیلی سعی کردیم این اواخر به خصوص در دو سه سال اخیر خیلی سعی کردیم ایشون رو برگردونیم و نمیخواست دیگه در واقع. نه. و ما هم خب حیفمون میمد یه خواننده به این خوبی. وقتمون خیلی کمه آقای نوجوکی، در کمتر از یک دقیقه، این اواخر حال و روزشون چطور بود؟ متاسفانه خوب نبود، افسردگی خیلی زیادی داشت که اصطلاحاً دیپریشن بهش میگن و در 20 سال گذشته در واقع دچار این افسردگی بود و این اواخر خب خیلی بدتر شده بود و متاسفانه روز شنبه ساعت 6:15 نفس تنگی گرفته بوده و به خاطر میرسوننش بیمارستان سری، ولی به خاطر ایست قلبی و به مرگ طبیعی کاملا و فوت میکنن. بهتون تسلیت میگم آقای نوجوکی. صادق نوجوکی آهنگساز، خصوصا آهنگساز قطعه رودخونه ها که ماندگار و بسیار هم زیباست. به پایان این برنامه 60 دقیقه رسیدیم و همینطور بخش صدزن اون. میتونید این برنامه برنامه های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. برنامه صدزن البته در بخش برنامه های 60 دقیقه فردا شب هم ادامه خواهد یافت. ممنون که این برنامه و همینطور برنامه های دیگه ما رو نگاه میکنید، خصوصا تا آخر 60 دقیقه رو میبینید.